میکنین تو دهن خواهراتون، تو دهن مادراتون. What's going on guys؟ چطوری بچه‌ها؟ فرشاد سالین هستم. خوش اومدید به یه ویدیوی جدید با یک لنز جدید 35 میلیمتری f1.4 خریدیم. بریم با هم تستش کنیم. شما هم نظرتون رو بگید. آیا تصویر رو باحال می‌بینید؟ خوب می‌بینید؟ فوکس اینا همه چی اوکیه؟ بله، بریم سراغ چی؟ اگه گفتید منو با چه ویدیوهایی شناختید اصولا؟ توتیای کلاس آنلاین قسمت چندم؟ فکر کنم 27ام باشه. وای ما رو جر دادی با این توتیای کلاس آنلاین. بس دیگه، کلاس ها حضوری شد، کرونا تموم شد. برای من میاد، در من همیشه توتیای جدید میاد از کلاس های تقویتی، کلاس های ورزش، کلاس های شنا، کلاس های دو با ما. بریم همه یکی یکی سوتی ها رو ببینیم. امیدوارم که کلی حال کنید، کلی لذت ببرید، کلی بخندید. یادتون نره که این ویدیو رو حتما لایک کنید، سابسکرایب چنل. یادتون نره پیش به سوی 500 هزار تایی توی یوتیوب و پیش به سوی 2 میلیونی اینستاگرامو فالو کنید. بریم که سری 2 میلیونی شیم. عاشقتونم بدون معطلی، بزنیم بریم سراغ ویدیو. Let's go. ای بی بی آی بی بی که دیدی حال دلم، ای بی بی آی بی بی که دیدی حال دلم. این الان انگلیسیه، فارسی داره ضبط آموزش میده، کلاس آوازه. What؟ وای گلوم آی گلوم، وای گلوم آی گلوم، من زار دلم، بی تو من زار دلم، سی تو تیوی خاموشم، درس میخونم وای گلوم، سی تو تیوی خاموش و درس میخونم وای گلوم، زغمت چو اف چو جی خمیده بم خیلی شلوم وای گلوم آی گلوم، مف شوقم چو قلاب جی شده، وای مفی شوقم چو قلاب جی، جی حد شکل قلاب. یوتوب و آی منوم، رفتی و اسمار او سنگ زد به تن. کافیه نه؟ به اصلا که تمیز رو کافیه. برو بریم بعدی. اینا یه زمانی برای خودشون شغل دولتی داشتن، نوکر داشتن، کیا؟ ده تا عشق جلوشون، ده تا عشق پوشترشون را میرفته، اسکورتشون میکردن. ما زمانه قدیم الان سنگ چند تا بقول دوستتون زن داشتن برای خودشون اشغالی میکردن. یه زن اصلی داشتن چند تام ریل میزدن. یه زن اصلی داشتن چند تام ریل کلاش میکردن. چکار میکردن؟ اصطلاحاتی که شما میگی کراش بود؟ کراش وای کراش میزدن چی گفت؟ من نفهمیدم. کلاش میکردن کلاش میکردن. نه میگن که مثلا طرف کراش زدم، کلاش میکردن. بنده خدا وای عالی بود، کلاش میکردن. مرغ یا هر یک نوع جغده بچه ها که صداش، مرغم یک نوع جغده، صدایی که از خودش در میاره اینجوری هق 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 هق، صدای شبیه این، مثلا فکر میکنی داره میگه حق حق حق. بعضی از پرنده و حیوانات صداشون رو دقت کنید میتونید روش کلام بذارید. مثلا یا کریم که ما سبزواری ها بهش میگیم موسا کوتقی. میگیم چی؟ میگیم چی؟ مثلا یا کریم که ما سبزواری ها بهش میگیم موسا کوتقی. موسا کوتقی دقیقا میگه موسا کوتقی ها. موسا کوتقی، موسا کوتقی، موسا کوتقی. این چه درسیه؟ الان این استاد داره چی رو درس میده؟ مثلا بوغلمون، بوغلمون رو میگه غیر قابل قبول. این غیر قابل قبول قدیمی بود ولی اون یا موسا کو کریم، یا مثلا اون جغده که میگه حق حق حق. چیه بود مناز؟ اتاق تو جمع کن ببینم این کسافت چی کارش داری؟ خب نداره سرشده سرشده از این طقا میافته. یا خدا استادش درس میده و کتک کاری بود. چیه بود مناز؟ اتاق تو جمع کن ببینم کسافت چی کارش داری؟ وای اومر مامانه داره دو سه نفر رو چپ و این بر بنده خدا داره درس میده، اون بر داره مامانه داره 7-8 نفر رو چپ و راست کنه. پدر سگ رضا اتاقتو تمیز کن، آشغال عوض. یه نچو بلاغه است دیگه. تو مریض هستی با نام کار بیلی دیگه آمدی کلاس ما میشی؟ چی؟ از کلاس خارج شد. استاد نندازید بیرون منو. وای دختره رفته تو کلاس پسرونه. تو مریض هستی با نام کار بیلی دیگه آمدی؟ تو مریض هستی؟ مریض روانی؟ از کلاس خارج شد. استاد نندازید بیرون منو. یا استاد نندازید بیرون منو. تستوسترون یعنی هورمون بیزه.
در همین جا لازم است خاطر نشان کنم که دوستان حالا بهتر میفهمن که امتحان تستی یعنی چه. امتحان تستی یعنی امتحان تخمی. یعنی چی امتحان تستی یعنی امتحان تخمی؟ یعنی چی؟ حالا خوب بفهمن که کنکورم یعنی چی. یعنی کنکورم تستیه، یعنی کنکورم تقریبا تخمی هستی. خودتون بهتر میدونید چون تست معنی بیزه و تخم. کی گفته آقای دبیر عزیز؟ تستوسترون اگر پشت رون ترشح نمیشه، پشت ران بیزه اصلا اون یه هورمون یه مدل دیگه است فکر میکنه. آقایونی که اطلاعات دارید بنویسید تو کانت. وای حالا دیگه ما رو میفرستی راجعه پایین تنه و پشت رون نظر بدیم برای یک کامنت ما رو به چه جاهایی میدید؟ نه همینجوری جدی بنویسید ببینم چی میگنی شون. تستی دیگه همون تخمی میشه. آره دیگه بیشتر هی بالا هی میگه هی میگه همینجوری. تست یعنی بیزه. تست بالا تو زیست شناسی ما نگاه میکنیم خب معنی بیزه است. بس ما به این نتیجه میرسیم هر چه امتحان هر جا بگیرن تستی باشه یعنی تخمی هست. امتحان واقعا کنکورم تخمی. امتحان اگه امتحان باشه با تشریحی باشه. امتحان تستی به درد. برای چی باید تشریحی باشه؟ زنها فعالیت جنسی با هیپوتال. اوه این کلا تو بیزه و جنسی و اینا اصلا بریم ولش کن بریم بعدی. I want it. I need it. I like it. I see it. I like it. I want it. I don't get it. I'm خفه. تست میکنم که یه حسی توش بود، یه چیزی رو داشت با خودش فکر میکرد، یه چیزی رو داشت میدید و اینا رو داشت میگفت. I want it. I need it. I like it. I see it. I like it. I want it. I don't get it. I'm خفه. خفه. بعضی از اون بچه چرا اینقدر پر روین؟ چرا اینقدر معذرت میخوام؟ بیشعورین؟ من چقدر وقت دارم؟ این همه کلاس، این همه مدرسه، من فقط برگاه رو میتونم تصدیح کنم، نمره رو اعلان کنم. حالا دیگه غلط ها رو خودتون برین غلط کنیم، برین تو کتاب نگاه کنیم، خودتون غلط کنیم. این سوال های بی ربط و مثلا این گروه که تشکیل نشده که شما اینجا چت کنید برای خودتون هر هر و کر کر بخندین مثل سر کلاس. یعنی کاش سر کلاس بودم میدونستم چه کاری باهاتون بکنم. یعنی دستم ازتون دوره دیگه این سوال های چرت و پرت. آقا شما دستتونم نزدیک بود فکر کنم دیگه گذشون دوره یا هنو کتک میزنن تو مدرسه واقعا. و خیلی جالبه مدرسه غیر انتفاعی ها جرات نمیکردن کتک بزنن چون بچه شهریه داره، ولی مدرسه دولتی رو تو دلشون میخواد کتک بزنن. افتی اومدی درس هم که نمیخونی، غلط کردی پدرسگ. خدا شاهده اگر بپرسید شناساییتون میکنم که کردم. شناساییتون میکنم یه اطلاعات سیایه اینا فکر کنم فیلم زیاد میبینی معلق. اگه یکی اون وسط تو گروه یه کاری بکنه اسم همهش مشخص. شناسایی این دوتا شرط رو حتما داشته باشن. بله. اول این که کسافت اومد تو کلاس اصلا لحجه لحن تون صدا همه چی معلمه عوض شد. نگاه کنی این دوتا شرط رو حتما داشته باشن. اول این که کسافت چیزا رو داشته باشن. نیرو خل دادن و کشیدن است. تأثیرات نیرو خدا لعنتت کنه، خدا لعنتت کنه. عباس پاکش کرد، این چطوری پاکش کنم؟ عباس اومد وایس هم فرستاده شد خانم. عباس تموم کرد. و مردم ها که چیش را گشاد میکنه. تو ولنتاین خیلی این کوچیزو زیاد ترشح میشه. وقتی که احساساتی میشی یا آهنگی رو گوش میکنی میری تو لب، در واقع کورتیزوله که. یعنی چی میری تو لب؟ یعنی چی تو ولنتاین گشادی بیشتر اتفاق میفته و آهنگ میذارید میری تو لب؟ کدوم لب؟ لب کجا؟ لب کی؟ که شما دارید با مفاهیم اولیه آشنا میشید. آشنا که شدید رابطه است، فقط جاگذاری میکنید، چیز خاصی نیست. خب بذار برنجا چی؟ چی؟ کاش بهتر میگفت. با مفاهیم اولیه آشنا میشید، آشنا که شدید رابطه است، فقط جاگذاری میکنید، چیز خاصی نیست. خب بذار برنجا کنسان بادی گیمی.
مثل اینکه نوشته ها و مطالب توی گروه رو نمیخونه. خب من الان شانسن اومدم خوندم. ماشالله چه پسرای کثافتی که هر کی دهنتون داره میاد میگین این چه وضعشه، خجالت نمیکشین حیونا تو گروهی که یه دختر هستش اینقدر حرفای پایین تنتون رو میزنید؟ اونو بکنه تو دهن خواهراتون، تو دهن مادراتون، خجالت بکشید گیرتون بیارم. استغفرالله، حیفونای ان خدا میدونه چیا فرستادن که مامان اینقدر عصبانیه اصلا. با چه پسرای کثافتی که هر کی دهنتون داره میاد میگین این چه وضعشه، خجالت نمیکشین حیونا تو گروهی که یه دختر هستش اینقدر حرفای پایین تنتون رو میزنین؟ اونو بکنه تو دهن خواهراتون، تو دهن مادراتون. ابوالفضل بریم بعدی. سریم تو خیلی پسر خوبی بودی، خیلی عقلت سالم بود، متاسفانه بیش از حد یا استفاده خیلی زیاد از فیلتر شکن بعضی موقع تمرکز آدم رو از بین میبره. وای شاگرده رو شست پهن کرد رو بند، یعنی تموم کرد. اینکه فیلتر شکن زیاد استفاده میکنی یعنی میری مثلا چیزای بد نگاه میکنی و کارهای بد بدتر میکنی. یکی اینکه مصرف سلیم جان اگر حرف سوم فتح یا کسره. آقا چه مود شده همه میخونن و آموزش میدن؟ ای گلوم وای گلوم، همزه کسره میگیره اگه زمه باشه، همزه زمه میگیره. درسته؟ نه خیلی درست نیست، این اشتباه است، این طرز آموزش. کسی نزاره پدرشو در میاریم. شاید مثلا اومده یه تیکه فان مثلا شعر خونده، اگه این کارو نکنید پدرشو در میاریم. همین بوده داستان، یعنی چیز خاصی نیست. فکر کنم کلا دیگه مود شده همه دارن با شعر مهر آموزش میدن. بریم بعدی. آقا واکنش نشون نمیده. درخواست بده. اوه درخواست چی؟ بله آقا سلام. درخواست چی بده؟ درخواست میدین شما که من صدامو باز کنم. الو صدامو دارین؟ یه بار دیگه بگو چی گفتی گوساله؟ حیاتی گن زدی. آقا گفتم درخواست میدین. بشکم یه بار دیگه بگو چی گفتی گوساله؟ من الان حالیت میکنم. اولش مگه چی گفت یادم رفت؟ دیگه تو وارد کلاس ما نمیشی، این یک مورد. واو. مورد بعدی مستمرت، این ماه صفره، بری بالا بیای پایین، صفرت تو کارنامه ثبت شد. بذار ببینم چی گفت اولش. آخه واکنش نشون نمیده. درخواست بده. اوه اوه درخواست بده. یه بار دیگه بگو چی گفتی گوساله؟ حیاتی گن زدی. دوستشم با حیاتی گن زدی، حیاتی ری. یا این گوجه فرنگی که نمیریم میبینیم توی میوه فروشی، برق میزنه همه یه اندازه. خب بعد خوشگل جذاب. خب و خیلی هم طرفدار داره، چون ما همیشه میبینیم یه چیزی که ظاهر شیکه و اینا خیلی هم میمونن توی یخچال، خیلی میمونن تو هوای معمولی هم. خوابش میاد معلمه یا من یکی نمیخرم و تقریبا چرا نمیخری؟ حالت گرد دارن اکثرا و برگچای سبزی هم روشون هست. خب اینا رو نخری تراریخته هستن. هشت گفت فقط نخریم. منظورش این بود که اینا مثلا حالت مصنوعی دارن، خاصیت ندارن، گلخونه ای هن، فقط قیافه میافه دارن، درست مرست نیستن. داشتم الهی دورت بگم. خب بعد گوین چی؟ گوینگ هم اصلا وقتی گو میخوام، گوینگ وقتی گو میخوره یعنی چی؟ گوینگ یه بار دیگه. و بعد گوینگ چی؟ گوینگ هم اصلا وقتی گو میخوام، گوینگ هم گو داره وقتی گو میخوره.
منظورش بکنم برای آی ان جی گرفتنش بود، برای مثلا می‌خواست بگه آی ان جی می‌خوره، گفت گوینگ هم چون گو می‌خوره. بچه دمتون گرم، واقعا خنده‌دار بود. بعضیش بعضیشام که عصبانی بازی و این داستانا بود، ولی امیدوارم کلی خنده باشید، کلی حال کرده باشید، کلی لذت برده باشید. یادتون نره این ویدیو رو حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید، یادتون نره زنگوله بغلش هم بزنید، این سه منم این بالا میاد، حتما فالو کنید که سری 2 میلیون بشیم رو اینستاگرام. ساب کنید، کامنت انگلیسی بذارید سابتون نپره، چک کنید اگه سابتون پرده دوباره ساب کنید. بریم برای 500,000 تا یوتیوب. خیلی خیلی دوستتون دارم، به زودی با ویدیوهای بعدی میبینمتون. فعلا پیس.